از خدا جوییم توفیق ادب بی ادب محروم ماند از لطف رب بی ادب تنها نه خود را داشت بد بلکه آتش بر همه آفاق زد به نام خدا عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما شاگردای عزیز سنف هفتم خوشحالیم که یک بار دیگر از برنامه مکتب هادی مهمان خانه های گرم و صمیمی شما دوستان هستیم عزیزان جان به جلسه 22 رسیدیم. عنوان درس امروز ما درخت بقا حکایتی از کتاب مصنوی معنوی. در ادامه در حوزه علائم نگارشی، در حوزه قواعد نگارشی آشنا میشویم با یک علامت دیگری تحت عنوان نقطه. دوستان عزیز در فضای مجازی ما را دنبال کنید. آماده دریافت نظرات و پیشنهادات شما خوبان در زبان هستیم. نامبر ارتباطی ما و شما دوستان عزیز ۲ص۹۶4 78۰ ۲۵۵ 41۳ه است عزیزان جان به جلسه نو خوش آمدید. خب شاید شاگردهای عزیز قبل از اینکه وارد درس نو شویم کار خانگی جلسه قبل را با هم مرور میکنیم در جلسه قبل گفته بودیم که نشانه گذاری را تعریف کنید و هدف آن را بیان کنید یکی از مفاهیمی که در حوزه قواعد نگارشی بسیار مهم بود دوستان نشانه بود حال نشانه گذاری را ابتدا تعریف میکنیم هدفش را بیان میکنیم خب نشانه گذاری چیست دوستان گفتیم نشانه استفاده از نشانه ها و علائم خاص در ساختار یک متن بود پس چی دوستان پس این گونه تعریف میکنیم نشانه گذاری یعنی به بردن نشانه و علامت خاص در ساختار یک متن پس هر زمانی که شما یک متن داشتید یک متنی که در قالب جملات متعدد عبارتهای مختلف به کار برده شده بود می توانیم از علامتها ها و نشانه های استفاده بکنیم که این متن را زیباتر می کند رسائی، فساحت، بلاغت متن شما را چندین برابر می کند که به کار بردن این نشانه ها و علامت ها در ساختار جمله یا یک متن را تحت عنوان چی می گفتیم دوستان؟ نشانه گذاری می گفتیم. حال هدف نشانه گذاری چی بود دوستان هدف نشانه گذاری چیست هدفش در واقع چی روشنی و سراحت یک مفهوم در یک جمله است پس هدف اصلی چیز؟ هدف اصلی نشانه گذاری در ساختار جمله است که وقتی شما از نشانه ای استفاده میکنید در یک متن میخواهید معنا و مقصود نویسنده را به طور کاملا روشن واضح بفهمید هر زمانی که این فهم حاصل شد یعنی نشانه در جای خود به کار رفته و هدفش میسر شده برای بیان بهتر دوستان یک مثال بزنیم یک جمله مشهوری هست در حوزه نشانه گذاری که او را با هم دیگر کار میکنیم میگوییم چی؟ میگوییم بخشش لازم نیست اعدامش کنیم پایین همین جمله را دوباره تکرار میکنیم چی میگوییم دوستان؟ بخشش لازم نیست اعدامش کنیم خب میدانیم که نشانه بسیار مختلف متعدد متنوع و گوناگونی در ساختار جمله وجود دارد علامت های مانندشی کامز سیموکولن نقطه در واقع نشانه تعجب نشانه پرسشی علامت هایی هستند که تحت عنوان نشانه ها در ساختار جمله ما از او یاد میکنیم ولی نگاه کنید دوستان ما یک جمله داریم که دوبار تکرار کردیم بخشش لازم نیست اعدامش کنید یکی از نشانه های یکی از نشانه بسیار مهم و کاروردی در ساختار جمله چی دوستان نشانه ویرگول یا کام است حال میخوایم ببینیم که کامه یا ویرگول چه اثری بر معنا و مقصود جمله میگذارد و در واقع او چیزی که تحت عنوان هدف و مقصود نویسنده هست به مخاطب منتقل می شود نگاه کنید یک زمانی می گوییم که بخشش علامت ویرگول می زاریم. وقتی علامت ویرگول یعنی چی؟ علامت کاما یا ویرگول یعنی مکس یعنی توقف لحظه درنگ کن سب کن بعد جمله رو ادامه بده این گونه می خوانیم. بخشش لازم نیست اعدامش کنید بخشش لازم نیست اعدامش کنی یعنی چی؟ یعنی ببخشید او کسی که حکم اعدام برایش بریده شده او را ببخشید نیازی به اعدام کردن او شخص نمی باشد پس معنای این جمله این گونه می شد حال همین جمله پایین ویرگول را جاش عوض میکنیم چه می بخشش لازم نیست نگاه کنید کامه میاد اینجا اعدامش کنید بخشش لازم نیست اعدامش کنید جمله بالا در حالی که حرف از بخشش میزد که اعدام نشود او فرد جمله پایین چه میگوید بخشش لازم نیست اعدامش کنید در جمله پایین میگوییم که او شخص باید اعدام شود خب شاید عزیز و گرامی بخش اول درس امروز ما حکایتی است از کتاب مصنوی معنوی تحت عنوان درخت بقا ابتدا یک سری معلومات خطاب شما دوستان و شاگردای عزیز در مورد کتاب مصنوی معنوی میدهیم و بعد وارد حکایت میشویم و حکایت را با همدیگر میخوانیم اثر است عرفانی و سروده مولانا جلال الدین محمد بلخی پس کتاب مصنوی معنوی اثر کی دوستان مولانا جلال الدین محمد بلخی است. که در واقع یک اثر بسیار بسیار بنام و به طور کلی می توانیم این اثر را تحت عنوان شاهکار عرفانی حوزه ادبیات دری از او یاد کنیم شامل چیست؟ شامل شش دفتر و حدود بیست هزار بیت است پس میبینیم که کتاب مصنوی معنوی شش دفتر در واقع دربر می گرد. مجموعه مصنوی معنوی و به طور کلی شامل بیست و هزار بیت است 26 هزار بیت عالی ترین منظومه تعلیمی صوفیه در قلمرو شعر دریست است نگاه کنید دوستان میبینیم که شاهکار عرفانی مولانا جلال الدین محمد بلخی یک اثر عرفانی است یک اثری است که در واقع در حوزه عرفان بسیار نمود دارد این اثر را وقتی باز میکنیم نگاه میکنیم بینیم شخصیت های بسیار زیادی را دربر میگیرد که نقش اصلی در حکایت های مختلف را دارد به طور کلی نزدیک 424 حکایت در این کتاب بیان شده است که نقشای اصلی او را یا پیامبران بازی میکند یا پادشاهان در بر میگیرد یا چوپانانن یا بردگانن و قسمت از حکایت ها هم تمثیلی است یعنی در واقع به زبان حیوانات بیان شده و در مورد حیوانات ذکر شده است این کتاب یک اثر بسیار بزرگ به شمار میرود حال درخت بقا را از همین کتاب دوستان با هم میخوانیم و مفهومش را میخواهیم درک کنیم اکایت حاکمی را خبر میدهند از درختی عجیب در هندوستان که میوهش زندگی جاودان میبخشد حاکم یکی از نزدیکان خود را برای جستجوی درخت و چیدن میوه آن راهی هندوستان میکند مأمور از جستجوی بسیار خود به نتیجه نمیرسد و با هر که در این باره گفتگو می کند با تمسخر و تعجب روبرو می شود آخر الامر یعنی در پایان عاقبت چون میداند که نشانی از آن درخت نخواهد یافت معیوس از طلب قصد بازگشت میکند اما پیش از آن که بار سفر ببندد با شیخ دانشمندی روبرو رو می شود باشه گفتی از او پاسخی می شنود. پاسخش بسیار جالب است شاید عزیز خوب گوش بوده از او پاسخی میشنود که درخت بقا همان درخت علم است درخت بقا درختی که در واقع میوه او را بخوری نتیجه و ثمره او درخت را بخوری و زندگی جاودان داری همیشگی هستی و نمیمیری همو درخت چیه دوستان درخت علم است خب شعر میگوید در قالب شعر مولانا همین عبارتها ها را اینگونه بیان میکند چه میگوید میگوید شیخ خندید و بگفتش ای سلیم این درخت علم باشد ای علیم تو به صورت رفته ای, ای بخبر زان ز شاخ معنی بی بار و بر گه درختش نام شد گه آفتاب گاه بهرش نام شد گاهی صحاب آن یکی کیش صد هزار آثار خاص کمترین آثار او عمر بقاس نگاه کنید شاگردای عزیز وقتی که نگاه میکنیم در ای عبارت متوجه میشویم که درخت در واقع عمر درخت بقا همون درخت چیه دوستان درخت علمه همواره انسان ها به دنبال عمر جاویدان بوده همواره به دنبالی بوده که یک زندگی جاویدان داشته باشد عمر خود را طولانی بکند و در این دنیا از ثمرات بسیار زیادی که دنیا دارد استفاده بکند خب حالی در این حکایت مولانا جلال الدین محمد بلخی معتقد است که ثمره و نتیجه زندگی کردن و جستجو کردن درخت بقا چیه؟ همون درخت علم است. هر زمانی که علم کسب کردی، هر زمانی که علمی را به دست آوردی، تو می میری ولی او علمی که تو کسب کردی سالیان سال قرنهای متمادی اعثار بسیار بسیار طولانی باقی میماند وقتی که او علم باقی میماند نام تو هم باقی میماند پس عمر تو جاودان میشود و نام تو جاودانه خب شاگرد عزیز وارد بخش دوم میشویم قواعد دستوری امروز میخواهیم در حوزه قواعد دستوری که خاصه قاعده نگارشی دوستان با یکی از انواع نشانه ها آشنا شویم تحت عنوان نقطه خب شایده عزیز نقطه چیست؟ در ابتدا بیان میکنیم همون طور که در حوزه در کار خانگی جلسه قبل رو شما توضیح دادیم گفتیم که نشانه نشانه در واقع چیه؟ نشانه یا تنقید یا نقطه گذاری که در ادامه بحثش را خواهیم کرد گفتیم به کار بردن علامت ها و نشانه های خاص در ساختار یک متن است هر زمانی که بخوایم از این علامت ها در ساختار یک متن استفاده بکنیم به دنبالی هستیم که نظر مقصود اصلی نویسنده را به طور کاملا و واضح روشن به مخاطب منتقل کنیم حالی می وارد تک تک این نشانه ها میشیم در درس امروز با اولین نشانه آشنا میشیم تحت عنوان تنقید یا همو نقطه نقطه چیست نقطه یکی از نشانه های نگارشی است که در چند جا کاربرد دارد وقتی وقتی نگاه کنید وقتی شما میخواهید از این نشانه استفاده بکنید برای به کار بردن در واقع نقطه از این موارد در این متن استفاده میکنید اولین جایی که از نقطه در متن استفاده می شود شاگرد عزیز در پایان جمله هایی که پرسشی ندایی و تعجبی نباشد آورده می شود پس در سه جاست که نقطه به کار نمیره غیر ایسه مورد در جاهای دیگه ما می بینیم که در انتهای جمله شما نقطه کاربرد دارد پس نگاه کنید دوستان زمانی که جمله شما پرسشی نباشد ندایی نباشد و تعجبی نباشد چرا چون در انتهای جملاتی که از ای شک شکل یا سه نو هست دوستان چه علامت به کار میورد؟ در جملات پرسشی در انتهایش ما از علامت سوالی استفاده میکنیم در ندایی و تعجبی هم از علامت تعجب در انتهای جمله استفاده میکنیم پس نمیتواند دو تا علامت در کنار هم بیاید هم علامت سوال را داشته باشیم و هم نقطه داشته باشیم این کاربرد ندارد باید یکی از علامت ها را به کار ببریم اگر جمله ای داشتیم که نه پرسشی بود نه تعجبی بود و نه هم ندایی بود ما می توانیم در انتهای او جمله از علامت نقطه استفاده کنیم به طور مثال احسان پسر هوشیاری است این جمله نه سوالی است نه تعجبی است و نه هم ندایی است بلکه یک جمله خبری است یک جمله خبری در انتهای جمله خبری چی می آید دوستان علامت نقطه نگاه کنید این علامت نقطه در انتهای جمله آمد یعنی چی؟ یعنی جمله شما اون مقصودی که میخواستید منتقل بکنید در این لحظه به پایان خود رسید در اینجا جمله تمام شد وقتی نقطه میذارید یعنی چی؟ یعنی جمله تمام شد من به کابل بر میگردم باز هم یک جمله خبری است که در انتهایش یک علامت نقطه به کار رفته و نشان دهنده چیست؟ ای که جمله خاتمه پیدا کرده است یا قسمت های بعدی که ما از علامت نقطه استفاده میکنیم موارد کاربرد دیگرش دوستان پس از مخفف ها نیز گذاشته میشود گاهی ما داریم که در ساختار یک جمله از یک سیر حروف به جای کلمات استفاده میکنیم به اون میگوییم مخفف کردن کلمه برای تخفیف در او کلمه در انتهای سرواژه یا علامت او در واقع کلمه چه میگذاریم دوستان از علامت نقطه استفاده میکنیم به طور مثال میگوییم شایق جمال در سال 1275 شمسی چشم به جهان گشود نگاه کنید دوستان وقتی ما یک علامتی داریم به نام حرف شین یه حرف شین چیه؟ یه حرف شین همون چیه؟ همون تاریخ شمسیه تاریخ خورشیدیه. وقتی ما از حرف ش استفاده میکنیم یعنی مخفف کردن کلمه شمسی کلمه شمسی را تخفیف دادیم شده چی؟ ش حالی وقتی می این ای سال را در کنار این حرف اضافه میکنیم بین سال و حرف شین یک دنه نقطه میگذاریم دوستان یک نقطه میگذاریم میشود چی؟ میشود 1275 هفته نقطه شین چشم به جهان شد. ای این در واقع یکی از موارد کاربرد البته گاهی هم شده ما باید اون میگوییم هجری شمسی از تاریخ هجری شمسی استفاده میکنیم که ابتدا حرف ه را میگذاریم بعد نقطه میگذاریم بعد حرف شین را اضافه میکنیم بس موارد کاربرد نقطه در دو جا شد یکی زمانی که جملات ما نه از نوع پرسشیه نه از نوع تعجبیه و نه هم از نوع نداییه و در مورد دو دوم کاربرد زمانی که شما از واجه های خود میخواهید تخفیف بگیرید میخواهید کلمات خود را مخفف کنید مانند چی؟ مانند سالها بیان سالها به قمری یا شمسی وقتی بیان میشه به صورت تخفیف به جای هجری قمری میگوید هقه یا به جای هجری شمسی میگوید هشه ما بینش نقطه میگذارید که علامت چیه؟ تخفیف او کلمه است خب کار خانگی جلسه بعد شما دوستان است که در زبان دری علامت نقطه در کجای جمله به کار می روید. علامت نقطه را برایتون با عنوان یک نشانه امروز توضیح دادیم گفتیم دو جا کاربرد دارد حالا شما می خواهیم که موارد کاربردش را در جلسه بعد برای ما ذکر کنید. خب شاگردای عزیز و گرامی صنف هفتم در پایان جلسه امروز رسیدیم مانده نباشید خسته نباشید امیدوارم که در هر جایی از کشور عزیزمان افغانستان هستید شاد و خوشحال و سربلند باشید دوستان عزیز خداوندیار و نگهدارتان